نیاز و با امید آمده ایم، با نغمه و ساز و با نوید آمده ایم. در گوشه غربت و دور از میهن ما بهر مبارکی عید آمده ایم. به به، عید همه ما شما مبارک. بله دوستان، عیدها، جشنها زمان ارزش پیدا می کنند که ما او را تجلیل کنیم، ما او را گرامی بداریم، ما او را یک جا باشیم، با هم باشیم. ما امروز واقعا عید داریم چون با هم هستیم. اگر امی استقبال، امی نگاه های مهربان و گرم، امی گفتگوها باشد، وعده میدم که برنامه امشب ما و شما بی‌نظیر خواهد بود. و اما پیش از اینکه برنامه شروع شود، من فقط میخواهم دوستی حرف بسیار خودمانی با دوستای عزیز خود داشته باشم. اما تو که پیشتر گفتم، بزرگترین جشن، جشن دیدار است. دیدار دو هم وطن، دیدار دو هم زبان، دیدار دو هم دل. با تو هم که در گوشه غربت باشد، ارزشش صد مرتبه بالاتر میره. و من به میخاطر بسیار خوشحال هستم، افتخار میکنم که یک برنامه متفاوت و یک برنامه استثنایی را آغازگر میشم خدمت شما. استثنای این برنامه ما در کجاست؟ با کمال تأسف بزرگ، در طول سالهای اخیر کل ما شما شاهد بودیم که برنامه های موسیقی ما، فیلم های سینمایی ما، نمایش های تئاتری ما شدید سطحش پایین آمده، همه چیز بسیار ضعیف شده. دوستا غیبتشان نشده، باید کیبورد خود میایند و همه ما و شما را از خانه های ما زحمت میدن، گویا برای ما کنسرت میدن. قسمه که دوستا اطلاع دارن، من امرای اکثر آوازخانه ها، نوازنده ها، سینماگر ها به ارتباط هستم. زمانی که دوستانه انتقاد میکنم پارچه های موسیقی شان یا یک نظر میکنم که مثلا این پارچه ضعیف است یا این پارچه خوب نیست، میفهمین چی میگم؟ تمام ملامتی را سر شما میگذارم. میگین این ذوق مردم است؟ آیا ذوق شما آهنگ خراب است؟ آیا شما شعر خراب خوش داریم؟ پس ما باید گیر نشان بدیم که ذوق ما خوب است. ما باید کارهای بد آوازخانه و دیگه آفرینشگرهای خود را قبول نکنیم و این قبول نکردن باید به اون نوع نشان بدیم تا اونا بفهمند که ذوق ما بد نیست، بلکه اونا کوشش میکنند ما را به ذوق بد عادت کنند. و همچنان در بخش طنز کار متفاوت برای که خدمتتون بیشتر عرض کردم اولی است که متاسفانه برداشت ها ای است که گویا طنز یعنی فقط تمسخر، طنز یعنی تنها خنده. طنز درست است، خنده دارد، اما تمسخر نیست. طنز دردناکترین گوشه های زندگی ما شما را انعکاس میدهد. طنزی که پیام نداشته باشه ما شما او را اصلا قبول نداریم. و من بسیار خوشبخت هستم که امروز هنرمند را، هنرپیشه را دعوت خواهد کردم چند ثانیه بعد سر از این استیج که متعهدانه کار میکنه، رسالتمندانه کار میکنه. هنرمند خوب سینما و تئاتر کشور ما و شما، زبیر جان پادار. شما باییم زبیر پادار. تشکر. جهان سپاس از آقای همایون مروت، شخصیت فرهنگی، سینماگر بسیار خوب ما، و همچنان عرض حرمت و سلام خدمت تک تک شما عزیزان گرامی، هموطنان نهایت عزیز، عید شما مبارک باشد. حرفایی که باید میگفتم آقای مروت خدمت شما عرض کرد، به او خاطر از گپای تکراری و حرفایی کمتر من خودداری میکنم و شروع میکنیم و برنامه امشب. یک نفس یاد خدا، یک سبد خاطر آسوده و شاد، یک بغل شبنم آرامش صبح، یک هزار آینه از جا
جنس دعا هم از تقدیم شما. گر نخندد گل کجا شبنم به کامش میچکد، گر نخندد گل کجا شبنم به کامش میچکد، خنده کن چون گل که من نوشی ز جام روزگار. بیا که خنده بر احوال روزگار کنیم، بر روزگار نخندیم اگر چه کار کنیم. ز حق توفیق خدمت خواستم، دل گفت پنهانی چی توفیقی از این بهتر که مردمت را بخندانی. خواهی اگر قلب تو روشن شود، خواهی اگر قلب تو روشن شود، پیش تو عالم همه گلشن شود. در گذر از غصه و از اشک و آه، خنده بکن از ته دل گاه گاه. خنده به قلب تو صفا می دهد، خنده به چشم تو حیا می دهد، خنده به هر لب که عیان می شود، گر که بود پیر جوان می شود. خنده به روی تو دهد آب و رنگ، می شوی اندر بر مردم قشنگ. خنده کند دور زتن درد را، خنده کند سرخ رخ زرد را. فایده خنده بود بیشمار، رزان بشوی شاد در این روزگار. ترک غم رفته و آینده کن، ای هم بدن خنده کن و خنده کن و خنده کن. ما یک سلسله برنامه را از قبل تهیه کردم و امشب خدمت شما عنوانی خنده تقدیم می‌کنم، شامل طنزهای کوتاه و فکاهیات انتخابی است. یکی از این فکاهیات ای است که میگن دو لافوک یک جای نشسته بودن و یکیش گفته که ما یک مسجد کلان داریم که اگر داخلش صدا بزنی، چیغ بزنی که قدوس، از اون طرف مسجد میشنوی که قدوس. دومی که بیچی هست داده، ماهی تو رو یک مسجد داریم که اگر در داخلش صدا بزنی قدوس، از اون طرف اسم میشنوی که میگه خدا. و یکی گفتن که خدا کجاست؟ بلا نمی فهم من دار هر جایی که باشه ابوالفضل نگهدارش باشه. تشکر. در یک مجلس عروسی آقای آوازخان میخواند و در جریان مردم هم خواهی میکردن، بیرخزیدن و یک دفعه نغمه را استاد کرد. ایش گفت شور نخورین تاله میریم به خیلی طرف شمالی. یک نفر از داخل مجلس صدا کرد گفت کجا میریم بیادر؟ هنوز نان نخوردیم، تا نان نخوریم ولی یه جای بریم. دختره که را از اطراف عروس ساخته بودن، آورده بودن به شهر کابل در یک خانه وادی اشرافی عروس شده بود. مادر کلان این خانواده به گونه یادواری کرد این مسئله را که همیشه از پدر کلان من نگاهداری میکرد. تا ما بیار پیر شدیم بچه، تو عروس این خانواده هستی، از این بار تو از پدر کلان نگاهداری کن. گفت نانا جان مادر جان غم نکنین، من در خریه خود بودم از 20 دانه گاو و گوسفند من نگهداری میکردم. این خو یکیست. تشکر. یکی از آدم ها مریض شد و رفت پیش دکتر. دکتر بعد از معاینه خون و قند و تمام معاینات مکملش گفته که شما شکرتان بلند است، چربی خونتان بلند است، روزانه باید یک 4 ساعت بدوید، یک 4 کیلومتر بدوید. یک هفته بعد تلفن آمد برای دکتر. دکتر تلفن برداشت، نفر بعد چی میگم دکتر صاحب در سرعت رسیدیم دیگه چی که بدوید.
تن زره خدمت شما تقدیم می‌کنم. هزار کسان زحمت کشیدم هزار رقم زحمت کشیدم هزار رقم زحمت کشیدم هزار رقم زحمت کشیدم 900 مرتبه پایین و بالا دویدم 800 جوره بوته پاره کردم 700 بار سر خود به دروازه های مردم زدم 600 دفعه پول خودم مطالبه کردم 500 بار آبروی مری 400 زامن پارتی دادم 300 بار 300 روز مولد دادم 200 رقم هیله و نیرنگ و خرج دادم 100 بار هم دست خود به گریبان مردم بند کردم تا 90 افغانی را به گردن 80 نفرشون ثابت ساختم 70 روز منتظر ماندم 60 بار به ولایت رفتم 50 شاهد پیدا کردم 40 دفعه اسنادهای خود فوتوکپی کردم 30 دوسیه ترتیب کردم 20 رقم سند پیدا کردم 15 بار به محکمه رفتیم از 10 نوعی شرط تصدیق گرفتیم ولی 9 روز از که 8 نفرشان آمده تا 7 افغانی را از پیش 6 نفرشان بیارن ولی 5 دقیقه پیش 4 نفرشان آمدن از قول 3 نفرشان گفتند که اگر هر کدام ما را 2 مرتبه بکشی و تکت که کنی ولی اگر یک رانم بگیری تشکر خدایا پس چرا من زن ندارم؟ خدایا پس چرا من زن ندارم؟ زن سیبا و سیمینتن ندارم. خدایا پس چرا من زن ندارم؟ زن زیبا و سیمینتن ندارم. دو تا زن داره بی همسایه ما، همان یک دانه را هم من ندارم. اداره مسکن امشب گفت با من مجرد بار تو مسکن ندارم. شدم خسته دیگر از حرف مردم، تو میدانی که دل از آهن ندارم. تو عیبم را بکش و هدیه دی، خبر داری که اشواریا رای ندارم. اگر او را فرستی دیگر از تو شکایت مثل یک ارزن ندارم. کس رفت خواستگاری؟ پدر دختر گفت که یه دوست ما گرفته بود خواستگاری به خاطر که کمک که پیشانه درشن کرده باشه بود یک گل نازنین در زیر زناف مثل که نکتایی ما بریم بلند زده بود امی پدر دختر که طرفی سی کرد گفت که نام خدا بچه چی لباس مخلوط بشدی گل مزایمت نمی کنه گفت سی گل مزایمت نمی کنه منطق گلدانش مردیوانه کرده در چتک در کلینیک زایمان شفاخانه که خانم ها اطفال را به دنیا میارن پدر بالا سر طفل خود استاد شده بود و طرف سیل میکرد نو یک روز درست شده بود تولد شده بود همین نرس تصادفا اطفال را شیر میداد روی خود به نرس کرد گفت که بچه من چرا خبارش مثل شادی بود نرس طرفش خنده کرد خبارش کرد روزای اول همیشه قواله اولادا با پروبیشن میره باز پسان جور میشه مامور برق در داخل شهر کابل آمد یک دروازه را تق تق زد یک تفلک بر آمد گفت سلام علیکم مامور برق هم از آدم های جدی گفت علیکم بچه نام چی هست؟ گفت فهیم نام بابی چی هست؟ گفت نام بابیم مادرم برش میگه عزیزم ما برش میگم بابا جان مادر کلانم برش میگه بچیم اینی همسایی ها برش میگن خوک قطبی یک ما رفت در حمام زنانه در حمام زنانه وقتی که صاحب در آمده بید تمام زنا بچه مهمام های زنانه و مردانه شهر کابل یاد چی ما هست یا نه به هر صورتش گل لگه میدارن در وارس خانه یک جای بود او سرد بود مردم سر خود میرفتن غسل میکردن به اصطلاح کل زنان دارم از جمعون جایی مار صدا کرد نترسه
مستم کبرا. یک نفر رفت خوازگاری، وقتی که برآمدن ماله رو پدر و بچه پایین شدن، دوستای رفیق پایش ددان دروازه خانه دختر منتظر صدا کردن چی شد؟ چی کدی؟ چطور شد؟ صدا کرد پینجا فیزد. یعنی چی پینجا فیزد؟ گفت من و بابا و مادر ما موافق هستیم، دختر و بابا و مادرش موافق نیستن. خواب دیدم شهردار کابلم، حاکم با اقتدار کابلم، لاجرم بر اقتضای روزگار، خواستم نظم بسازم برقرار، از نواهی خواستم اشراف را، زیر پا انداختم الاف را، امر کردم محتکر را سرزنند، در دل قصاب با خنجر زنند، جاده ها پاکیزه باشد صبح و شام، گم شود تخت و تبند از رای عام، قیمت اجناس باشد معتدل، تا نباشد شهردار منفعل، میخ کوبیدم به گوش نانوا، تا ندزدد از خمیر بینوا، برگزیدم کادرهای باشرف، کهنه پیکان را نمودم برطرف، خانه دادم آدم مظلوم را، پاره کردم فرمه ظلوم را، اندر این حالت فغان شد بلند، باز شد چشمم ز خواب دلپسند، نیمه شب بود و ناپیدا شفق، سینه‌ام تبدار و رویم پر عرق، کودکم از فرط سرما میگریست، مادرم از جور دنیا. پسر با بابای خود میگه که بابا جان فکر کن یک لاتری بردی 1,000,000 چی میگیری؟ 1,000,000 لازم دیست رازان لاجسان دیست لازم دیست لاجسان دیست بسکی جنفر لوپس گفت اگر نبرو چی؟ نبرم چی؟ خانه چای ننی بعضی فامیلا میرن خواستگاری، این فکایی بسیار خطرناک است ولی بسیار فکایی خوب هم است. رفتن خواستگاری، در جریان مادر دختر متوجه شد که بچه بعد شیرینی آوردن، چای آوردن، میوه آوردن، دیدن بچه و مادر، داماد و مادرش سکانی دارد. مادر دختر گفته که خیرت هست؟ گفت هیچ، ببخشین گوگرد نداریم؟ بچه ما گوگرد گفت سگرت میکشد، بچه تو سگرت میکشد؟ گفت خواردان سکرت خود دارم چیزی نیست، آدم یکان دفعه شراب میخوره اگه سکرت هم میکشه. بچه دون شراب هم میخوره، حال دنیا مدرن شده شراب چیز دیگه، باید هم چرس کزد سر شهر شراب میزنه با سکرت هم میخوره. آقا بچه دون چرس هم میزنه؟ گفت قربان چم اصلا وقتی که یک آدم کمار هم میبازه باز چرس هم میزنه، شراب هم میزنه، سکرت هم میزنه. بچه دون کمار هم میزنه. گفت فوره چی بگویم بر این میگه فارق نشه از داخل زندان یاد گرفته ایم بچه تون در زندان بوده که گفت فارق بر فرم قربان چان کنش از بست اون زن لعنتی اولش هست اگه اونمو هم کارا رو نمیگه در زندان هم نمیفتد به او خاطر دوستا عزیزا وقتی که میرین خواستگاری سکته گوگر کل چیزا رو که تون مکمل ببرین که انت افشاگری نشه سلامت باشین تشکر میگم این دیگه تیمه من یک وقت زمان بیشتر سر خشوبا، سر عروسا بعد خواهش کردن که لطفا همیار کم کنین گناه ما نیست با خدا ما هم میکنم من خشو دارم، من خانم دارم، خواهر دارم، مادر دارم اصلا زنهای افغان همه فرشته هستن، همه فرشته صفت هستن خدا ولی این فکایات به نحوی، به گونی، به شکلی که فقط تبسم در لبهای شما ناظرین بخنده باشد و لحظه خنده بکنین بدون کدام مدعا و بدون کدام
هدفمندی و مقصد انتخاب کرد. بعد آمدیم سر مسئله خواستگاری ها. ما فعلا تا بالا که سه چهار خواستگاری گفتم همین تیم ادامه میدیم تا حد میشه و باز بخش های مختلف دیگه هم دارم. رفتم سه خشوع از داماد خود پرسان کرد که بچه من، نازنین من، مردم مردم یکان دفعه دیدن من میه این مورد. داماد گفت بستم کنم بسته دیگه بار نده شد نکنه خداوند شما به یک سنگی سال دیگه همون رو بسته خدا شما رو جان و جور داشته باشه سایه شما رو سره گفت نه این گفت بار بار من بیخواهی بفهم که من که اون مردم بازه در سر خواهد من میه این مولم دار میه که میه این چی میکنی؟ گفت اگه هم دسته گل میارم گفت دیگه چی میاری؟ گفت گفت از اون سگرت های فرمایشی دانم میارم یکان دانم سگرت هایی که دوست داریم گوگرت یادت نره داماد داره این دیگه گفت نه دیگه اون جایی که شما میرین گوگرت ضرورت نداریم این قاتش هست یا کسی زن خود در داخل شهر کابل گرفته بود و لب میکرد میزدش محاکمش گرفتن که خود دیوانه چرا زنت هم میزنی؟ گفت تا دقار از نیست زن خودم از اختیار شد دارم پس گفت او بچه نزن چی کار کرده؟ گفت چی کار کرده؟ چی کار کرده؟ اگه من میفهمیدم چی کار بکنم چی کار کرده کنم میکشتم میشه در این اواخر شکل شده که جوانان ما از طریق اینترنت برای خود دوست پیدا میکنند. یک تعداد از این نتیجه بسیار مثبت خوب داده، یک تعداد از این بسیار نتیجه بد داده. این طنز را آقای نگار پیرامون همین موضوع داشته که دیگه خدمت شما تقدیم میکنم. شدم با چت چت شدم با چت اسیر و مبتلایش شبا پیغام میدادم برایش و من میگفت که من 18 ساله هستم تو نامت بگو من فریبا هستم بگفتم اسم من هم هست فرهاد ز دست عاشقی صد داد و بیداد بگفت فریبا ز موهای کمندش کمان ابروان و قد بلندش بگفتم چشمان من خیلی قشنگ است فریبا جان میگفت بگفت چشمان من خیلی قشنگ است ز صورت همچنان البته زیبا زیبا ندیده عاشق زارش شدم من اسیرش اسیرش گشته بیمارش شدم من زبس هر شب با او چت می نمودم و او کم کم من عادت می نمودم در او دیدم تمام آرزوها که باشد همسر و امید فردا برای دیدنش بیتاب بودم ز فکرش بیخور و بیخواب بودم و خود گفتم که وقت آن رسیده که بینم چیره آن نور دیده و او گفتم که قصدم دیدن توست زمان دیدن و گوییدن توست خلاصه راضیش کم کردم به اجبار گرفتم روز بعدش وقت دیدار رسید از راه وقت روز موعود زدم از در بیرون اندکی زود چو دیدم چهرهش قلبم فرو ریخت تو گویی آتشی بر من فرو ریخت و جای دختر خوشروی و زیبا بدیدم زشت روی بود آنجا ندیدم من اثر از قد رعنا کمان ابرو و چشم فریبا پیرتر بود او از بیبی من بشد زد خاک عالم بر سر من ز ترس و وحشتم از هوش رفتم در آن ماتم کده مدهوش رفتم و خود چون آمدم دیدم که او نیست الحمدلله رفته بود دیگر فریبای به چشم رو نیست و خود لعنت فرستادم که دیگر نیابم با چت از خود از بحر خود همسر بگفتم سرنوشتم را به شاعر و شعر آورد او هم آنچه بشنید که تا گیرن از او درس و عبرت سرانجام ندارد قصه چت درمانی تشکر گفتن فرق بین زن و طوفان چی است؟
عرفان کردم که فرق بین زن و طوفان چی است. گفتن والله بیادر جان، والله بیادر جان، هر دویش وقتی که میاید بسیار با هیجان میاید، با هیجان میاید. وقتی هم که میرن همی دار و ندار زندگی آدم که میخواد میبرم. یک طفل از پدر خود پرسان کرد که بابا جان مده کجا تولد شدیم؟ حالا بابیش چی بو بیاد؟ از روزه که در قربت بیچارگی آمد در تاجکستان و ازبکستان و مسکو و شما به اینجا رسید، گفت بچه ما تو را از انترنت دونلود کردیم. فرق بین تلویزیون ها و شارواله چی است؟ اینو میفهمین دوستا؟ شارواله وظیفیش ایست که از 5 و 6 صبح شروع میکنه تماما کثافات شهر کابل جمع میکنه. فرق بین شارواله و تلویزیون ها چیست؟ شارواله تمام کثافات را جمع میکنه، با شوق شد تلویزیون ها همی کثافات را باز سیب نشد میکنه. از یک وطندار ما یک پینه‌دوز در فروشگاه کابل یک ژورنالیست پرسان کرد چیشته بود کاکاکت کیک میخورد امروی کوکاکولا. جالب نیست؟ کیک امروی کوکاکولا اون تک مملکت بیچاره. جورنالیست دیگه چیز پرسان نکرد، گفت کاکا جان نظرت چی هست به ارتباط می کولا؟ گفت خوب است بچه، خوب است بچه، او داره، گوز داره، این فرق هم که می روش بسیار خوب می شود. زن به شوهرش میگه بعد از یک محفل سالگرد میگه که بابی فلانی جان به شوهرش میگه این مادرت اون سیت پاش پنجره که آورده به خلام که نقره نیست. شوهرش گفت حالا حالا تو از چی وقت نقره شناس شدی؟ گفت من نقره شناس نیستم اما مادرت را خوب میشناسم. باید که گفتن چرا زن نمیگیری؟ گو بدر من یک زن میگیرم مثل ماته و بونی باشه. با گفت یکقدر دخترهای جوان خانواده های با یک زن بگی دیگه انتخاب کن. گفت من گفتم براتون که من یک زن میخوایم بگیرم که ماته و بونی باشه. گو بدر گفتن یکقدر دخترهای شازاده ماته و بونی یکی رو گفت شما نفهمیدی من یک زن میخوایم بگیرم که ماته و بونی باشه یعنی شو بیا یک روز بره. یک نفر خانمش گم شد، رفت سای به پلیس بر شکایت. شکایت بعد که تماما گپار رو نشته کردن پلیس بخوان کرد که مشخصات خانم تا بگو. این مردگاه گفته که قد دومه تا ابروهای کمان، چشمایی کتا کتا، کمر باریک. من چون بغل سورین و دیگه بچیش فکر ندارد بابی خواهد گفت بابا چی میگه مادر ما خواهی یکم نبود. بابی چی میگه چی بگو بشو حالا که میفهمند پیدا کنن باید یک سهیش پیدا کنن. ترافیک از یک آدم امتحان درایوری رو میگیرد. در پلو شیشته آقا درایف میکنه، ترافیک برش میگه معلم کسی که امتحان میگیره میگه فکر کن دمی روی سرک یعنی وسط سرک یک نفر است. حالا به خاطر که او از پیش روی موتر تو پس شبه که تو رو نزنی چی میکنی؟ اشاره میتی؟ استارت میکنی؟ موتر گفت نه برف پاک چالان میکنم. بیام اطمان پاکستانی بیده ما برف پاک چالان میکنم. چرا؟ خب گفت من برش میفهمم یا ای طرف برو یا ای طرف برو یا ای طرف برو یا ای طرف برو. مرا هر طور که خواهی در بدر کن، جفایت را از این هم بیشتر کن، بزن با عشق خود آتش به جانم، ولی لطفاً لطفاً اطفایی را خبر کن. از کسی پرسان کردن که از پاکستانی پرسان کردن کمی سفر حج حج چطور بود؟ بو والا بسیار مشکل بود بیادر، بسیار مشکل بود. یه تو که دیسان نیزدم ما هم که تا ما چش نکدم ایلا نکدم نشه. کسی در تلفون خود اوتومات تلفون خود به حساب یک چیز را ثبت کرده بود مانده بود که با غصه ها سنگ بزن، با
برای یکت رنگ بزن. هر وقتی که خسته گشتی فقط به من زنگ بزن. یک پاکستانی یک جای یک آدم دید، خدایا دیدیم من کجا دیدیم، در کجا دیدیم، در کجا دیدیم. رفت سای پیش دست پیش تک گفت السلام علیکم برادر، گلاب برای هفت کو درمیان، گلاب برای هفت کو درمیان، گلاب برای هفت کو درمیان. مرد گفت گپ دی گپ چی میگه؟ گفت نامتان چیست؟ گفت این رقم که تو میپرسی اکمن تتای است. در زندگی انتخاب دو چیز میگن بسیار زیاد مشکل است. یکی همسر، به خاطر که آینده شاید هم نمیفهم چی تو خواهد دیگه شم تربوز آلوده یکم سال هست. مادره به طفلش لالایی میخوانه، الا لالایی یک پانزه دقیقه وقت طفلک سر خدا بالا میکنه. مادر جان میگه بلیاز خدا چپ کن، ما میخواهیم خوشو. از مرد پرسان کردن که نام خدا ده تا طفل به این غال مقال و سر صدای زیاد تو آزارت چیز؟ گفت مادر زیاد تو دقیقه زیاد غال مقال میکنه که مثلا سر صدای زیاد نمیشنه هم بیدر. یک پاکستانی رفت یک مغازه الکتریک، گفت السلام علیکم بیادر جان، گلاب برویتان افکو در میان، گلاب برویتان افکو در میان. گلاب مردگا گفت چی کار داری؟ گفت یک چراغ میخواستیم. گفت از اول بگو یک چراغ. گفت به خاطر که برای کناراب میخواستیم یک چراغ. یک مادر به طفل خود میگه بچیم ما که میمان داشتیم، وقتی که من تو را صدا میکنم از آشپزخانه که آمد جان کاسه را بیار، تو بگو که مادر کدام کاسه را. وقتی میگم دیگه بیار، تو بگو کدام دیگه. یک شب تصادفاً شوهر پدر ده نفر از دوستای خودم دعوت دارو در خانه. مادر صدا میکنه سر بچه، میگه حامد جان. میگه بله. میگه بابیت صدا که حامد. میگه کدامشه بابا جان؟ دکتر سر صبح وقتی که مریضا را معاینه میکنه از نس پرسان میکنه، میگم این مریض اتاق شماره پنجی که دیشب آوردن وضعش چطور است؟ میگن بسیار خوب دکتر صاحب. نرس میگه بسیار خوب، بسیار خوب، اصلا تا بال سه دفعه از من خواستگاری کرده. یک نفر به دوست خود میگه میفهمی من همیشه یک کار احمقانه که از دست من سر میزنم خودم سر خود خنده میکنم. دوستش چی میگه؟ از این خاطر است من همیشه تو را خوش خندان میبینم. یک دیهاتی امرای مادر خود میاید در شهر کابل که سودا بکره پس بره، یک تصادف نقلین برق افتیده میباشه در راه، ایر میخواه پس کنه که ایر برق میگیره. این بچه جوان دیگه برق تکان داده رئیس ده. مادرش چی میگه؟ میگه ماکمش بگی اینمی پدنالت بود که بابی دام کشت، ماکمش بگی ایلاش نتی. دو نفر زن که یک جا میشن چی فکر میکنن؟ اگر امریکایی است از کارش. دو نفر زن انگلیسی از مردی که نو بایو آشنا شده، از آلمانی که یک جا میباشن از درآمد پولیشان، از فرانسوی دو نفر زن فرانسوی از مودشان، ایرانی از شوهرشون، افغان از خوشوگرشان. یک مرد بدخواره برای نامزاد خود میگم میگه کمی شباهت مکد افته و چی است؟ خانمش رو سر میکنه میگه که شباهت چی کنه ایفا متا طرف هر دوی تانو تادم راست سعی کده نمیتانه. یک مداری در یک جای مردم در دور برای جمع هستن، گفت دوستا ما به یک زن ضرورت دارم که اینموتش کنم از این دنیا گم شود. یکی خیز گفت اجازه است ما برم اما خوشویی ما بیارم بیادم. برای یک آدم به یک پاکستانی گفتن که پدرت بر رحمت ایزدی پیوست، گفتن پدرت بر رحمت ایزدی پیوست. سر بیسای کد سای کد گفت رحمت ایزدیش کیست؟
گفتن که به هدفی که منظورتان منظور ما ایست که پدرتان به دیار باقی شتافت. گفتن ولما مقصدتان نیفهمی دیار باقی چی است؟ گفت یعنی ای که پدرت دار فانی ده ودا گفت. گفت ولی بازم نفهمیدمی پسکنده که بزنین چی است؟ گفت بیادر نمیفهمی پدر خرد مرد. چرت زد زد گفت خرم رو خود پدر نداشت. یک جای در یک لب او یک دیوانه استاده است میگه افت 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 یک نفر تیر میشد جالب بود برشت شکر شده ببینه چی است رفت پیشش گذر چی گفت است تیرش کرد انداخت دو گفت هشت 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 زن به شوهرش میگه میگه عزیزم همیشه من اووازی میکنم مچون می چی بلا زدم را اووازی هم یاد دارم تنین کنش میره زیر او سرم در روی او میمانه. شوهرش میگه همیشه چیزایی که خالیز در روی او میمانه دیگه چی گرد چه تشویش داری؟ پسته با کیله کیله با پسته ای فکایی دیگه کلاب و پسته میگه میگه اینقدر بی حیثیت بی چطور هستی تو در هر محفل دان جنگواز هستی. کلاب و پسته میگه اینقدر تو رشخند هستی در غم و شادیم بی تفاوت از دان جنگواز هستی. پس آب پسته خراب میشه میگه هرچی که هستم استواری نیستم که بخاطر یک روپه تمام رختای خدا در جای بکشم. کسی دمی انگوفان ورته خود دمی اوتومات تلفونی که ثبت میکنن که مردم جواب میشنون که من خانه نیستم پس آن زنگ بزنی نه تک چیزی ثبت کرده بود. تلفون کرده ای جانم فدایت الهی من به قربان صدایت چو از بازار بیایم نازنینم فرستم پاسخی از دل برایت. دختر جوان لب کلکین ششته بود در گرمی های داغ کابل میخوان که در کنجی دلم عشقی کسی خانه نداره. یک برادر چرسی ماستی از زیر کلکین تیر میشه گفت همشیره پیدا میشه کرایش زیاد است کرایش کم پیدا. شوهر کنار پنجره آشپزخانه استاد قهوه خدا میخورد که خانم داخل شد گفت که عزیزم قهوه جور است خونه صبحانه تو خمان برد بخته کردم بیچاره دمی غم زندگی خود غرق بود یک فرون خود دار داره به خانم خود وزیز آرزو داشتی که تو هم مرد می بودی در زن جگیری اگه نه ما آرزو داشتم که خودت مرد می بودی. یک فکایی دیگه میگم باز میریم به دنبال موسیقی. خواهر مشغول دختن پتلون برادرش است خشتک برادر می دوزه. اصولا این نرمال است هر برادر هر خواهر در داخل خانواده ها وقتی که یک خشتک پاره میشه مجبورن میتن به خانم های خانه کمی مردان نمیتونن دیگه او تو و اینی میگه پا برادران دیگه حجاله دارن میگه خلاص کو خلاص کو خلاص کو هم یک تا پسابش خراب میشه میگه صبر کو ما هم صد کار دارم میران از ما زنا نمیدیم همین خشتک شما مردار کی میدور. برادر سل میکنه میگه که شما زنانه میبینین ما اصلا مردا به می خشتک ضرورت نداشتیم. در یک از امتحانات ترافیکی معلم یا معلم مسئول همین امتحان از نفری که درایو میکرد امتحان ما برش میگیم فوقشاین لسانس میداد پرسان کرد که یک سوال تئوری ازت دارم برای ما بگو که فرق بین گوسفند و گاو چی است؟ یادم فکر کرد والا خوصه ارز کنم خدمت شما وقتی گاو از سرک تیر میشه همی چرا بی طرف و بی طرف خود سیر میکنه از سرک تیر میشه مگم سید گوسفند که از گاو واریز یک دفع سر خود در پایین مندازه از سرک تیر میشه. پیرامون آقایان خانم ها و آقایان
ملل متحد یک پروژه بسیار بزرگ را سالهاست برای انداخته که تحقیق کنن بالاخره از بخش مردها را این چیز اعلام کردن. گفتن که نتیجه ای است که ما به این نتیجه رسیدیم که تنها 20% از مردها عقل 80% که شما دارن. از یک کتاب فروش در داخل شهر کابل پرسان کردم که بیادر چطور است؟ وز روزگار چطور است؟ کار و کاسیبی چطور است؟ گفت بسیار سب خراب، بسیار بیاد خراب است. گفت چرا؟ گفت خلاص کسایی که پیسه دارن سواد ندارن که بیان کتاب بخرن. کسایی که سواد دارن پیسه ندارن که بیان کتاب بخرن. چارلی چاپلین بزرگ میگه با پول میشه خانه خرید اما آشیانه نه. با پول میشه رخت خواب خرید ولی خواب نه. با پول میشه ساعت خرید ولی زمان نه. با پول میشه مقام خرید ولی احترام نه. با پول میشه کتاب خرید ولی دانش نه. با پول میشه دارو خرید ولی سلامتی نه. با پول میشه خانه خرید ولی زندگی نه. بالاخره میتوان با پول قلب خرید ولی عشق نه. من امشب یک سریال را از فکایی که برای پاکستانی ها ساختیم آوردیم. یک نفر شرابی پاکستانی در داخل پارک شهر نو کابل نشاط چارپراق افتیده بود که پلیس گیرش کرد. پلیس گیرش کرد، آوردش به ماموریت پلیس. بعد از 3-4 ساعت او در روش زدن، به اوج آمد، به اوج آمد، چشمه خود آواز کرد، طرف دید که پلیس است. گفت ماموریت پلیس گفت من چرا اینجا آورده؟ مامور پلیس گفت به خاطر شراب خوردن. پاکستانی چی میگه؟ خود پرت ناجوان گفتیم چه قصه بکنیم، دیر دیگه پرده کنیم. یک پاکستانی امرای شادیگت خود آمد کابل سر پل محمود خان که پایین شد از موتر از سرویس. این رستورانای کابل نام خدا یکی استاد معوش میخونه، یکی استاد سرهنگ میخونه، یکی احمد ظاهر میخونه، یکی ظاهر ویدا. امی شادیگت وزش خراب شد و دوید یک پای برق بلند شد 20 متر در اونجا برقش گرفت دود کرد در گرفت. یه پاکستانی در پایین چه بگه؟ خانیت خراب برقی مغازه ما را در دادی. یک پاکستانی رفت ژاپن، وقتی که برگشت پرسان کردن دوستاش که چطور بود سفر؟ گفت بسیار خوبش بود، بسیار خوبش بود. گفت اونجا رفتی پرابلم زبان نداشتی؟ گفت نه من نداشتم، اما ژاپنی ها بسیار پرابلم داشتن. پاکستانی داخل کابل میشه، تابستان گرم کابل، زن و مرد کابل از این لباس های نیمکوله پوشیدن. میره چرت میبره میگه عجب مردمی بوده، خیلی قیچی دماغ خود پاک میکنن. از پاکستانی پرسان کردن این بغل گوشت تا چرا جیل میزنی؟ بده که گفت جیل چی هست؟ این بسیار مهم است، افت کلام مراعات شد، فقط فکایی است. خودم هدفمندی ندارم، اما طور که نگویم دیگه این فکایی خنده نداره. پاکستانی رفت در سینمای پامیر پیش یک هاوس ارز دارن خانه است که اونجا دکترها بسیار معاینه خانه ها دارن. یک از بالا شد و در آمد داخل یک از پرکسس های یک دکتر، یک معاینه خانه یک دکتر. گفت دکتر صاحب بسیار وزم خراب است، میدیم خراب است، نقص باد است، بسیار باد است، وزم شکمم درد میکنه. اینه که بی ادبی ما ببخشین که میزنم هم نبوی داره نصدا.
دکتر طرف سایکت گفت تو دی یکانم اونجا پاکستانی خود تاو دادا پیج دادا تاو بایدل دم زده آجیل یک دکتر شروع کرد من نقصه نشته کدن پاکستانی گفت سایکو ماینه نمی کنیم گفت نه یک خطر چکام نشته کدیم که اول گوشای تو آسان یک خطر چکام دیگه من نشته میکنم که دماغای تو آس شود یا نقصیت گرفتی دروازه رو واز بان که مرا دیوانه کنی غرفه تلفون است در شهر کابل پاکستانی در داخلش است بیرون یک کمشیری ما یک مرد از کابلی های محترم ما ایستاده است تق تق میزنه میگه خلاص کو این در آخر مایرون میمونه چی میکنه وقتی برامد میگه تو چی میکنی غرفه تلفون گو بیادا جان فکرت باشه گرفتی نفت هوا داره نقلخ ملت ها هیچ وقت ملامت نیستن ما نمیخواییم که خدای نخواسته توهین کنیم برای ملت پاکستان یا همسایه های دیگه کنیم ولی او کسایی که دشمن وطن ما بودن دلم از همیشه برشان بگویم بگم امیز که یکی از پاکستانی ها در شهر کابل یک پتوی کلان در سر خود انداخته بود خو شده بود او را به خاطر گوری کسی نشنوزد بچه های کابل هم پس دوری که شما یادتان می آید دریبل می کنند خوش دارن هی الو دهی هم آخر مود از هر کسی کار خراب کنم میگه نه پاکستانی یک گروه از بچه های کابل تیر می شن یکی خواب از زیر کمپل یکی باید دیگه میگه میگه یه پاکستانی رسی پاکستانی زیر کمپل چی میگه آیا والا مره زیر کمپل چی نخته خدا برسن زنده باد پاکستانی مریض شد رفت پیش دکتر عکسش گرفت دید که در داخل معده‌اش 50 دانه قاشق پلاستیکی و آینی و هرچی گفت یه چیز 50 دانه قاشق در داخل معده خب گفت دکتر دیگه برم ها گفته بود که روز یک قاشق بخور پاکستانی از شهر کابل از پارک شهرنو پیر میشه میبینه یک دختر بچه افغان شیشتن پالی یکی دیگه بچه به دختر میگه که تو بچه شما ایمه چی میبینی؟ دختر میگه عشق میبینم، محبت میبینم، عزیزم، زیبایی میبینم پاکستانی زمین میگه این اول اصلا کچی مردمی بکنم دویده صاحب میره به خانه مذارت میخوام میگه از ما بوی چی میاد؟ بچه و دختر میگه دختر میگه بوی عشق میاد، بوی محبت میاد بوی پاکستانی دویده طرف خانه خود مادر اولادا رو در گوشه گیر میکنه میگه از ما بوی چی میاد؟ زنش میگه من نزدیم خدا و رسی بچه ها زدم یک از محافل دوست افغان ما برای یک پاکستانی میگه یک جراب سرخ و یک جراب سیاه چرا دارن؟ گوه والا نمیفهم این چیز ما در خانه هم دارو تنز دارم از هارون یوسفی به شیوه که من خوشم میگه هم رفم میخوانمش مایدوار ازم خوشتن بگه کیسه میکنم چی روان کیسه میکنم من در حمام دارالامان کیسه می کنم نه فکر جا و چوکی و نه منصب و مقام آزاده از متاع جهان کیسه می کنم از تار تار کیسه من چرک می چکد از تار تار کیسه من چرک می چکد آزاده ام ز چرک جهان کیسه می کنم آدم کجاست جان برادر ز بخت شور آدم کجاست جان برادر ز بخت شور شد سال هاست که پشت خران کیسه می کنم از زور و دست و پنجه خود چیره می خورم به کنفرانس و نطق و بیان کیسه می کنم
از کیسه مالی کیسه من پر ز مفلسی است. از کیسه مالی کیسه من پر ز مفلسی است. توف میکنم با مال جهان کیسه میکنم، شبها که میروم لب گلخن بخواب ناز، شبها که میروم لب گلخن بنا بخواب ناز، در خواب دست و پای زنان کیسه میکنم. من کیسه مال مشهور نامی کابلم، من کیسه مال مشهور نامی کابلم، بی خط کشی و طرح و پلان کیسه میکنم. بابا